من فقط موضعم رو نسبت به این جریان و این آقا بگم، چون من تا الان سکوت کردم دیگه، انقدر یعنی این فحاشی به حدی رسیده که دیگه قابل تحمل نیست. الان در هم چنل تلگرام من، هم در بک چنل من الان یک کوهی از پیام‌های بیهوده از جماعتی فحاش، فرومایه، سفله و قطاع و طریق. من نمیدونم باید چه کار کرد. یک شخصی اسم خود رو هم اسکپتیک گذاشته. من امشب قبل از اینکه اینجا بیام به شما گفتم به دلیل فحاشی ایشون و ایشون که البته نه، ولی ایشون مزاحمت ایجاد میکنه، ایشون بک چنل من رو خودش با پیامهاش پر کرده، مدت طولانی است که ایشون فکر میکنه که سجیعه‌ای دارد، ذهنی دارد، سخنی دارد و عده‌ای باید گوش بدهند. من همینجا یک مسئله رو روشن کنم. واقعا در عجبم از دوستانی که به این آقا تریبون میدهند که تشخیص نمیدن که دوستان گرامی، کسی که با پروفایل تقلبی، کسی که با عکس جعلی وارد این فضا شده، کسی که بدون داشتن هویت یک صدای جعلی است، فقط یک صدای جعلی است ایشون، و اومده و در این فضا فحاشی میکند، آدمهایی رو که با هویت واقعی کنارش میشینن بی آبرو و بی اعتبار میکنه و مثل قمکشان و چاقوکشان و رزلها که در ماسکی به صورتشون زدن و میان قتل انجام میدن. این نظر شخصی من، هر کس ناراحت است نشنود. من این نظر شخصی من در مورد این آغاز، تا حالا سکوت کرده بودم، دیگه فکر میکنم سکوت فایده نداره، باید نظرم رو بگم. اینم اولین آخرین باره که صحبت میکنم در مورد این مرد. با فحاشی و با بی آبرویی، با آبروی واقعی دیگران بازی کردن با یک پروفایل جعلی، اون هم به این بهانه که ایشون نقد اسلام میکنه. مگه ما نقد اسلام نمیکنیم؟ شما یا خربزه میخورید یا اگر خوردید بعد پای لرزش بنشینید. خیلی خوب، نقد اسلام کردید، اگر ذهنی دارید، اگر منتقدید، اگر سواد دارید که ندارید، شما بی ارزه بیهودگویی بیشتر نیستی دوست عزیز. اگر داشتی یک کسی مثل زئوس بودی که تحقیق میکردی، درسی خوانده بودی در این زمینه، ذهنی داشتی، 4 تا ویدیو درست میکردی، روشنگری میکردی، اون وقت با ادب و احترام میومدی میشستی در این کلاب هاوس، میگفتی چهره خود رو پوشاندم به خاطر ترس از نقد دین که کردم، ولی مؤدب با آدم ها برخورد میکردی، ویلبینگ دیگران رو خراب نمیکردی، در اون شرایط پذیرفته بود، در اون شرایط کنارت می نشستن. ولی وقتی تو با هویت جعلی مثل قاتلان بر صورت خودت ماسک زدی، هیچ کس نمی دونه کی هستی، نمی دونه کسی کجای جهان زندگی می‌کنه، یک تیم را انداختی دور و برت، یک اتاق فکر را انداختی و با هویت جعلی میای و با هویت واقعی دیگران حمله می‌کنی و دیگران فکر میکنن که شما درس اندیشه نقادانه میدی، که داری درس مغالطه میدی و درس دروغ میدهی. ای مرد سفله، ای مرد بی آبرو، با بی آبرویی و با بی حیایی، یعنی فرق بی حیایی رو با حقیقت جویی و اخلاق دوستان یادشون رفته. فکر میکنن اگر کسی اومد گفت من جنایتکار هستم و من متجاوز هستم، اگر راستشو گفت این سجیعه است. خیلی عجیبه برای من. شما یک آدم متجاوز رو در خونتون راه میدید چون گفته من متجاوزم، اگر راستشو بگه در خونه راه میدید، جلوش پلو خورشتم میذارید، چلو مرغ میذارید و قلیونم دستش میدید بکشه و بعد به شما توهین کنه، به شوهرتون توهین کنه، بعد نمیدونم به خانوادهتون توهین کنه، چشمتون رو برگردونید، به بچه‌تون تجاوز کنه، بعد بگین چرا این کارو کردی، بگه من که گفته بودم من بی اخلاقم. این آقا رسما گفته که من بی اخلاقم. در بک چنل من بهش گفتم آقا من شما رو بالا نمیارم برای اینکه فحاشی، گفت بله من آدم دریوری بیهوده‌ای هستم و هیچ کانتنتی هم ندارم. این سخن خود بارها گفته من بی اخلاقم. کسی که میگه من بی اخلاقم، ما چقدر باید بی عقل باشیم که یک آدمی رو که به هیچ اصل و اصول اخلاقی معتقد نیست به او فضای گفتگو بدیم. آرمین، نمیدونم به آرمین باید چی بگم، آرمین نواب عزیز ایشون آورد تو برنامه، اولین کاری که کرد سر بابک بیچاره رو در اون برنامه برید جلوی آرمین و کاری کرد که آرمین بیچاره نتونه نفس بکشه، چون میدونست اگر با این فحاش بی آبرو روبرو بشه، در خانه خودش این آدم فحاشی میکنه، بی ادبی میکنه و بیچاره آبروی آرمین میره. چرا؟ چون آرمین شخصیت واقعی است، چون شخصیت واقعی است، چون دیگران میدانند آرمین کیست. این آقا یک پیرمردی است که از خونش میاد بیرون، توی اسکاوت اتوبوس میشینه، هیچ کس نمیدونه او اسکپتیکه. اگر ایشون واقعیتش رو
آشکار میکرد و میگفتش که من این هستم و بعد اون وقت این حرفا رو میزد، من میپذیرفتم. اون موقع بعد پی توهین هایی که به خانوادهش میشد رو به برتنش میمالید، باید منتظر میبود که به سوشال میدیاش حمله بشه، باید منتظر میبود که هر کامیونیتی ایرانی بره ادعی به او توف بیاندازن، ادعی بهش توهین بکنن، ادعی هم دوستش داشتن. ولی برای اینکه این قیمت رو نپردازه با هویت جعلی وارد کلاب هاوس شده و به این حرف، به این بهانه که من دارم نقد دین میکنم، به آدم‌های واقعی توهین میکنه، ولبینگ آدم‌های واقعی رو به هم ریخته. واقعا من عجبم به دل غافل که هزار هزار دوستان پای صحبت این آقا میشینن. کاکا رستم داستان داشاکل شده ایشون، شده لات بی‌آبروی کلاب هست، با جماعت قطاع و طریق یک عده سفله رو هم دور خودش جمع کرده که حمله میکنن. آقا من در عجبم، آقا این مملکت اینجا جای سفلگان نبود. آقا در اینجا تو این تاریخ ما اینقدر رزلها نبودن که همش در قدرت بودن. آقا یه شرفی هم بود، یه اصیل زاده هم بودن، یه نمیدونم یه پوزای ولی هم بود، یک تختی هم بوده، یک عباس میرزایی هم بوده، نمیدونم یک امیر اسماعیل سامانی هم بوده، یک رستم. آقا ما رستم ها خواندیم. آقا نمیدونم، آقا اسکپتیک، دارم با خودت حرف میزنم الان، مشخصا دارم با حرف میزنم، در دوربینم دارم به تو نگاه میکنم. ای مردک بی آبرو که عده سفله رو دور خود جمع کردی، من به اخلاق شوالیگی باور دارم. من خود رو یک شوالیه میدانم و تو یک دزد قطاع و طریق بیشتر نیستی و یک شوالیه در مقابل یک دزد شمشیر هم نمیکشه. هر وقت آیین شوالیه‌گری رو تازه یاد گرفتی و چهره خود رو آشکار کردی، اولین چیزی که در جنگ میپرسیدن میگفتن آقا نام تو چیست؟ اولین چیزی که رستم از اشکبوز و اشکبوز پرسیده میگه آقا اسمت چیست؟ شما تا اسمت رو به من نگی به خواب ببینی، به گور ببری این آرزو رو که کنار من بنشینی. دیگران ادعی اشتباه کردن، تو رو نمیشناختن، در کنارت نشستن. از دیروز حالا در کانال تلگرامت، نمیدونم جناب دکتر سروش میدانند یا نه، من دیگه واقعا خونم به جوش اومده، در کانال ایشون ورداشتی سفیه ترین مدل نقد رو و بی آبرو ترین مدل رو در کانال به ایشون بی احترامی کردی و به پدرش. و من این مدل از سفاهت رو، این مدل از فرومایگی و سفلگی رو در بی عقل ترین حزب اللهی ها ندیدم. اونها هم اینطوری لجن پراکنی و نجاست پراکنی نمی کنن. تو یک مرد سفله بیشتر نیستی، یک دزد قاطع و طریقی. تا وقت الان، همین الان بهت برات چالش میذارم، یک هفته وقت داری که چهره خود رو آشکار کنی، به پروفایل فیسبوکت یا اینستاگرامت وصلش کنی، اون موقع کنار من میشینی، اون موقع میارمت بالا و گفتگو باهات میکنم و عورت کریهتو بر دیگران آشکار میکنم که بدانند که چه بی سواد، بی عقل، بی خردی هستی که ادعا با چهار تا سوال سفیهانه پرسیدن که اینها هم تو کلاب هست از خود ماها یاد گرفتی، ننشینی کنار آدمهای واقعی و فحششون بدی، بی اخلاقی بکنی و چهار تا سوال بپرسی، دیگران فکر کنند داری درس اندیشه نقادانه میدی. من اون داشاکلی هستم که خنجرم رو زمین نمیذارم که بکشیش دوباره پهلوی خودم فرو بکنی. با سیلی از اینجا بی آبروت میکنم و بیرونت میکنم. کاکا اسکپتیک، تو همون، یعنی لایق کاکا اسکپتیک هستی که رمزون یخی و نمیدونم هفت کچلون رو دور خودت جمع کردی با اون دار دسته قورباغه ها. یک عده اوباش در اینجا جمع شدید و فکر میکنید که میخواید بگید ما هم اهل بخیه ایم، بلفزول مجلس خیام ها ریختی تو خونه دیگران، عده اهل نظر جمع شدن، انقدر پافشاری میکنی، سنگ به شیشه میزنی و بر در میکوبی و از پشت بام وارد میشی که واردت کردن، وارد اتاق کردن و بعد شروع به قمه کشی کردی و شروع به بی آبرویی کردی و اینگونه داری برای خودت اعتبار کسب میکنی. این نظر شخصی منه در مورد تو. این همه گفتی آقا وریا نظرش در مورد من چیست، به اسم من اتاق زدی و زور اومدی تو اتاقای من، بیای در بک چنل به من پاسخ دادی. این پاسخ من به توست، یا چهره کریهتو آشکار کن و بدون نشون بده که کی هستی، اون موقع میارمت، مینشونمت و باهات گفتگو میکنم، در اونم 10 دقیقه 10 دقیقه و به دیگران نشون میدم که چه بی سواد پوچ بی حاصلی هستی و بعد با بی آبرویی از کلاب هست باید بری. یا اینکه تا وقتی جعلی هستی به خواب ببینی که کنار من بنشینی. اگر هم چهرهتو آشکار کردی، یک اینسنتیو دیگه هم بهت میدم، من از کلاب هست خواهم رفت. یک هفته وقت داری، چهرت رو آشکار کن، بگو کی هستی، وقتی واقعی شدی من هم در کنارت می نشینم هم از کلاب هاست خواهم رفت. نکته اینه که عده‌ای فکر می کنن که این آقا فوش دادن هم نوعی فیلسوفی است.
این خیلی عجیب غریبه برای من، این واقعا برای من عجیبه. من آخه چطور میشه یک کسی با هویت جعلی که از اعتبار خود هیچ خرج نمی کند، با هویت جعلی اومده در کلاب هاوس و با هویت واقعی آدمان، با پول این مناپلی، یه بازی بود رو پولی که پولای کاغذی داشت، ایشون با اون پول کاغذی اومده و با پول واقعی دیگران داره قمار میکنه و دوستان تشخیص نمیدن، میرن کنارش مینشینن، اجازه میدهن که این آدم بهشون خب معلومه یک آدمی که اندکی شرافت داشته باشه وقتی این آدم توهین بکنه مجبور بره بیرون، مجبور فرار بکنه، مجبور از کنار این آدم رد بشه، برای اینکه شما هویت واقعی داری. من وقتی ماسک رو صورتم بزنم نیمه شب مثل دزدان بیام خنجر بزنم و چاقو بزنم به آدم‌ها، خب کسی هم نمیدونه که من کیم، فردا ماسکمو برمی‌دارم خوش و خرم میرم تو مجلس دوستان میشینم و کسی هم نمیدونه کی بود. این خیلی ایشون اگر این کارها رو میکرد با هویت واقعیش، خانواده‌اش باید پیامد میدادن، دوستانش، اطرافیانش، باید روابطش به هم میریخت. این کارها رو نکرده و قیمت نپرداخته، به جاش به دیگران با فوش دادن به دیگران و بلفزول مجلس خیام ها دقیقا همینه. من نمیدونم، یک چیزی که من رو آزار میده اینه که انگار همه گونه اخلاق پهلوانی و شوالیه‌گری از میان ما رفته است. واقعا من نمیدونم چطور میشود که ما به کسی که خودش میگه من بی اخلاقم، خودش میگه من بی شرف هستم، یعنی بی اخلاقی و بی شرفی از نظر من یکیست، ایشون رسما میگه من بی اخلاقم، خب به این ما کنارش بنشینیم و اجازه بدیم صحبت کنه، چون دلمون میخواد به عده‌ای از دوستانی که مذهبیان ایشون توهین میکنه، دلمون خنک میشه. آخه واقعا این توضیحش چیست؟ یعنی اگر من دیندار نیستم دلم خنک میشه که یک مرد فرومایه رذل میاد و بی‌حرمتی و فوش میده به عده‌ای دیندار، حال من خوب میشه؟ یعنی من واقعا نمیدونم اخلاق این داستان کجاست. من اصلا ندیدم آقا، من از بچگی با رستم و با قهرمانان نمیدونم شوالیه دارتنیان بود و شوالیه پاردایان بود و نمیدونم رستم بود و چه میدونم گیو و گودرز و اینها بودن، من از این فرومایگان همیشه دیدیم آقا این فرومایگانی هستند که باید فقط یعنی یک شوالیه خودشو با یک فرومایه هیچ وقت رو در رو نمیکنه، این فرومایه است که عده‌ای از قطعان طریق رو هم راه انداخته دور و بر خودش و هر کس که اعتبار و آبرویی داره اینا میرن و آبروش رو میریزن و تبدیلش کردن اینجا رو به یک شو، به یک معرکه گیری. من نمیدونم اسمش رو باید چی گذاشت. خیلی برای من ناامید از این که چند هزار نفر از دوستان متوجه نمیشوند که آقا کار غیر اخلاقی است، پای منبر این عده معرکه گیران، این لاتلوت ها، این اوباش نشستن بی اخلاقی است، مثل اینکه شعبان بیمخ و طیب و رمضان یخی و هفت کچلون جمع شدن یک مملکت، یک محله رو قرخ کردن، اهل نظر هم همه فرار کردن، دوستان ساکن اون محله هم همه نشستن تخمه میخورن و دارن به اینا گوش میدن. ای آقا، ای دل غافل، آدم میخواد هر خشت و خاک در جهان بر سر خود بریزه. این عکسی که این مردک گذاشته، معذرت میخوام این کلمه رو به کار برم، این عکسی که این مرد فرومایه گذاشته عکس یک مرد شریفی است، عکس جیمز رندی است. این آدم یک شعبده بازی بود، تمام عمرش رو صرف کرد که دست شیادان رو بکنه، دست دروغگویان رو بکنه، یک بار دیده نشد این رندی فحشی بده، بی حرمتی بکنه. آقا یک جنتلمن به تمام معنا بود، چهره رندی رو هم برای من تبدیل به یک چهره منفور کرده این مرد، این مرد رزل واقعا، و قایم شده پشت یک پروفایل دروغی، یک صدا بیشتر نیست، حرف از حقیقت هم میزنه، میگه من خودمم، شما کجا خودتی، شما مغالطه گر. اولین مرحله برای خود بودنی که ما بدونیم شما کی هستی، هیچ کس نمیدونه شما کی هستی. اگر کسی میاد و نمیدانند که کیست، تا وقتی تحمل میشود که توهین نکنه. اگر کسی اومد پروفایل غیر واقعی داشت، پروفایل یه عکس علکی و یه اسم علکی داشت، اومد تا لحظه‌ای که به هویت واقعی دیگران توهین نکنه قابل تحمله، نه اینکه بیاد با هویت جعلی مثل دزدان به دیگران حمله بکنه. این اصلا خلاف عقل کنار همچین آدمی نشستن. ولی خب همین دوستان راه میدن تو اتاق، من تعجب میکنم از این دوستان روحانی عمامه به سر که من نمیدونم واقعا چی باید گفت. این همه سال اینها، این دوستان، این عمامه پس چیست بالای سرشون؟ من واقعا نمیدونم. کنار این آدم مینشینن، باهاش میگن، میخندن، پای منبر این آدم میشینن، حرفای فرومایه‌اش رو گوش میدن. من واقعا در عجبم. جناب کاکا اسکپتیک، اینجا گاثم نیست، شهر گاثم نیست، شما هم جوکر نیستی. اگر گاثم هم بود، من اون بتمنی هم که ماسکمو برداشتم اومدم اینجا. هر وقت ماسک تو برداشتی، عین جوکر واقعی اومد اینجا، چون جوکر یک شرفی داشت، حداقل دنبال پول نبود، چون ما دنبال پول و شهرتی. اولین چیزی که دنبالش اینه که یوتیوب را بندازی و پول در بیاری. بعد از یک سال من هنوز یوتیوبمو مانیتایز نکردم. خب من اون بتمنی هستم که از این گاثم بیرونت میکنم.
این گوی و این میدان. من ایشون رو یک شخص سفله و فرومایه و قطاع و طریق میدانم. این نظر شخصی تا حالا نگفته بودم، گفتم بهش بگم که بداند. همین الانم دارم بهش میگم. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو و شیرین آمد. مرغ دل باز هوادار کمان ابرویست، ای کبوتر کاکا اسکپتیک، ای دزد کلاب هاوس نگران باش که شاهین آمد.